سخنگوی امارت اسلامی میگوید که رهبری امارت اسلامی در راستای توسعه مناسبات اقتصادی کشور گام‌های مهمی برداشته و تلاش می‌کند تا راه‌های گوناگون ترانزیتی را ایجاد کند. ذبیح الله مجاهد میگوید که همکنون کار ساخت سرک واخان جریان دارد که با ساخت این سرک روابط تجارتی افغانستان گسترش خواهد یافت. سکلم هغه 50 کیلومتر غالبا مساحت توسعه دی واخان پورې رسی و تر چین سره تر سرحد پورې نوغه باندې کار روان ته ډېر پورې کار سوی زموږ د دفاع وزارت او د پوهدامې وزارت ماشینري اوس هم هلته په کار اخته ده د واخان په مسیر باندې. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم در یک نشست خبری از امارت اسلامی می خواهند که کار ساخت سرک واخان بدخشان را هرچه زودتر تکمیل کنند تا افغانستان از وابستگی به راه های ترانزیتی پاکستان نجات یابد. لند لاره مونږ ته هم د چین د واخان بندر ده، نو مونږ ته تقریبا چې حساب وکړو مونږ داسې 15000 شپږ په یو کانتینر مصرف راځي، او فیلن چې مونږ مال اوړیا د بندر عباس نه یا د کراچی نه، نو 2000 نیولې تر 4000 پورې کومه څه کراګانې د بندرو جي هغه جیګې چې د کښتیو نو این 15000 پورې راځي. نو مونږ د خپل مشرانو دا خواهش کوو، دا هیله تي لرو چې زر تر زره مونږ ته د واخان بندر لاره خلاصه کړي چې زمونږ تجارت نن 80% 90% د چین سره ده. که ما فعلا با چین داریم راه واخان، ایران هم یک راه فعلا ضرورت است، بدیل است و این را زودتر، اما ما در سرحد با چین راه دیگه هم چندین راه از بدخشان ما داریم. یکی از راه های اساسیش این است که باید یک تونل زده شود از این طرف به اون طرف. آگاهان هم میگویند که مسیر واخان اهمیت مهم اقتصادی دارد و با ساخت جاده واخان در ترانزیت کالا تغییر مهمی به وجود خواهد آمد. کوریدر واخان نه تنها یک کشور چین و کشور پاکستان وصل میکنه، بلکه یک معبر خوب میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی هم میتونه بوده باشه. بنان افغانستان میتونه از این مزیت ترانزیتی به سود اقتصاد خود بهره ببره. با این حال کوههای دشوارگذر موجود در این مسیر نیاز به حفر چند تونل و کنترل برفهای ناشی از برفباری در 6 ماه از سال دارد و این از مهمترین چالش هایی است که هزینه ساخت این مسیر را به گونه چشمگیر افزایش خواهد داد.